سلام و عدب خدمت شما شاگردان مکتب هادی امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند به برنامه آموزشی درس کیمیا از مکتب هادی خوش آمدید امروز درس دوم از فصل سوم کیمیا سنف نهم را در خدمت شما عزیزان هستیم نمبر ارتباطی برنامه دو 780 255 چهل است که از این طریق میتانید با برنامه خودتان مکتب حادی در فضای مجازی ارتباط بگیرید. موضوع این فصل در رابطه با الکل هاست و اما اهداف درسی امروز ما شما که میخواهیم با هم کار کنیم. الکل های چند قیمته را امروز ما شما میخواییم یاد بگیریم و با انواع الکل ها آشنا خواهیم شد و در آخر مطلب امروز هم ایتانول یا ایتایل الکل رو با هم آشنا خواهیم شد که دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی می باشد. با شروع درس امروز با من همراه باشید. <applause> به کلی الکل ها به دو دسته منقسم میشه. الکل های یک قیمته داریم یا مونوهایدریک و الکل های چند قیمته داریم یا پولی هایدریک که هر کدام را جداگانه با هم در ادامه کار میکنیم که الکل های قیمته چی هست چند قیمته چی می باشد. الکل های یک ها همانطور که از نامش پیدا هست به الکل های گفته می شود که دارای یک گروپ هایدروکسیل می باشد. به عنوان مثال میتانول یک نوع الکل یقیمت است با فرمول CH3OH که OH را شما در شکل مشاهده میکنید که یک تا گروپی هایدروکسیل در ساختار میتانول وجود دارد. از میتانول همانطور که در درس های گذشته هم شما به شما اشاره شد و یاد گرفتین از آن به عنوان ضد یخ استفاده میشود در موترها و وسایط نقلیه و همچنان مصرف این ماده باعث آسیب و بینایی انسان هم می شود. پس میتانول یک الکلی یک قیمت باشد. در مقابل الکل های یک قیمت ما الکل های چند قیمت را داریم. همانطور که از نامش پیدا است الکل های چند قیمت به الکل گفته می شود که بیشتر از یک گروپ هایدروکسیل در ساختار آنها موجود باشد. به با عنوان مثال گلیسرین و ایتیلنگلایکول دو نمونه از الکول های چند قیمت هست که در ساختار گلیسرین یک دو سه تا گروپ هایدروکسیل وجود دارد و در ساختار ایتیلنگلایکول دارای دو گروپ هایدروکسیل می باشد. پس الکل های چند قیمت ها دارای بیشتر از یک گروپی هایدروکسیل می باشد. در ادامه می خواهیم با هم یاد بگیریم که گلیسرین و ایتیلن که از جمله الکل های چند قیمت همه باشه هر کدام دارای چی ویژگی هایی است و در کجاها مصرف می شود. گلیسرین که یک الکل چند قیمت همه باشد و دارای سه گروپ هایدروکسیل است ظاهری که داره یک ظاهر غلیظ و یک ماده برنگ می باشد با زایقه شیرین. یک محلل بسیار خوب می باشد در صنعت لابراتوارها از جمله خصوصیات و ویژگی هایی که این ماده داره از آن در ساخت پوماد ها استفاده می شود که به عنوان مرهم های جلدی استفاده می شود و برای درمان های پوستی هم از آن استفاده می شود که برای کسانی که دوچاری افتادگی پوست باشه یا دوچار لک پوستی باشه میتونه از پمادهایی که هاوی گلیسرین باشه استفاده کند که بسیار مناسب و خوب است پس گلیسرین را کاربودان ها یاد گرفتید و اما ایتیلین گلایکول که دومین الکل چند قیمت می باشد و در ساختار آن دو گروپ هایدروکسیل موجود است از جمله الکل های بسیار مهم است که مثل میتانول با عنوان ضد یخ در موتر وسایل نقلیه استفاده می شود یک مایه هست که بسیار محلل مناسبی در لبلتوار ها هم می باشد از آن به عنوان ماده آنتیفریز هم استفاده می‌کنند. می کنند الکل ها بسته به ساختار که داره و نحوه اتصال گروپ هایدروکسیل در آنها به سه دسته منقسم می شود. الکل های نوع اول، الکل های نوع دوم و همچنان الکل های نوع سوم. که در ادامه ما شما با هم کار خواهیم نمود که الکل نوع اول چی است دوم و سوم دارای چه ساختار و ویژگی هایی می باشد. قبل از اینکه الکل های نوع اول دوم و سوم را با هم کار کنیم که دارای چه ساختارهایی می باشد شما باید بدانید که کاربینول به چه ساختاری گفته می شود کاربینول و ساختارهایی که در شکل برای شما رنگی شده است می باشد که دارای فرمول C رابطه OH است اگر کاربینول به یک تا گروپ R یا الکل اتصال یافته باشد الکل نوع اول را برای ما تشکیل می‌دهد. اما اگر گروپ کاربینول به دو تا گروپ آر اتصال یافته باشد الکل نوع دوم را تشکیل میدهد و اما اگر کاربینول به سه تا گروپ آر اتصال یافته باشد الکل نوع سوم را برای ما تشکیل میدهد با توجه به ای که شما یاد گرفتین الکل نوی اول چی است دوم چی است سوم چی است می خواهیم در ادامه با هم یک سوال در این رابطه کار کنیم سوالی که برای شما آورده شده است قسمی است با توجه به فرمول های ساختمانی داده شده به سوال های زیر جواب دهید سوال های شما دو قسمت است قسمت اول یا الف قیمت الکل های زیر را مشخص نمایید ب نوع الکل های زیر را تعیین نمایید خب برای شما چندین فرمول یا فرمول ساختاری داده شده است از شما خواسته شده است که قیمت الکل ها یعنی الکل یا قیمت است یا چند قیمت ها را مشخص کنید و بعد از اون نوع الکل ها را مشخص کنید که الکل نوع اول است دوم است یا کی سوم خب با هم یک جای می رویم فرمول های ساختاری را برای تخت سیاه نوشته کنیم و سوال را جواب بدیم. فرمول ها را ما برای تخت سیاه نوشته بکنیم. فرمول های قسمی است. سی رابطه سی اچ سی رابطه CHCOH. او فرمول دیگر رو هم نوشته می کنیم CH3 رابطه CH رابطه CH3 رابطه OH خب فرمول هایی که برای شما داده شده است در قسمت چندین فرمول است که هر کدام جداگانه با هم کار میکنیم که الکل چه قیمت می باشد و بعد از اون نوع الکل را مشخص میکنیم خب قسمت الف سوال ها گفته شده قیمت الکل های زر را مشخص نمایید که الکل یک قیمت است یا چند قیمته؟ الکل یک قیمت ها را ما گفتیم به الکل های گفته می شود که مرکب مورد نظر یا الکل مورد نظر دارای یک گروپی هایدروکسیل باشد و الکل چند قیمت را به الکل گفته که بیش از یک گروپی هایدروکسیل داشته باشد در ساختار اولی دقت کنید چند گروهی هایدروکسیل داریم یک تا گروپی هایدروکسیل پس الکل چی است الکل یک قیمته می باشد مرکبی بعدی را دقت کنید چون دارای یک گروه هیدروکسیل است پس یک الکلی باز یک قیمت هم می باشد. خب فرمول بعدی رو دقت کنید سیش سی رابطه سیش دو چون یک گروه هیدروکسیل دارد پس یک الکلی یک قیمت است. مرکب بعدی دارای دو گروه هیدروکسیل می باشد پس یک الکلی چند قیمت است. ساختار آخری یک گروپ هایدروکسیل داره پس بنابر این یک الکلی یک قیمت هم می باشد خب بخش الف سوال ها را جواب دادیم که الکلی یک قیمت هم می باشد یا چند قیمت بخش بعدی سوال گفتن نوع الکل ها را مشخص کنید که الکل نوع اول است دوم یا سوم ما پیشتر یاد گرفتیم که الکل نوی اول با الکل گفته می شود که گروپ سی رابطه آیج یا کاربینول و یک تا گروپی آر یا الکال اتصال یافت و همچنان الکل نوی دوم گروپ کاربینول به دو تا آر و الکل نوی سوم گروپ کاربینول به سه تا آر اتصال یافت در هر کدام از فرمول ها بررسی می کنیم که چه قسمی الکل میتونه باشه مرکب اول را دقت کنید گروپ کاربینول گروپ کاربینول در این قسمت میباشد می باشد دیگه درست است سی رابطه او OH. اچ گروپ کاربینول چون به سه, سه گروپ آر اتصال یافته است اینها گروپ آر است گروپ آر چون به سه گروپ آر اتصال یافته است پس این الکل نوع سوم است پس الکل نوع سوم است خب مرکب بعدی رو دقت کنید ساختار کاربینول کی ساختار می باشد دیگه درست است سی رابطه او اش ساختار کاربینول به دو گروپی آر اتصال یافته است گروپی آر می باشد چون بعد دو گروه آر اتصال یافته است پس الکل نو دوم می باشد الکل نو دوم به ساختار بعدی دقت کنید در ساختار مورد نظر گروپ کاربینول با سی رابطه او اش گروپ کاربینول است و چند تا آر اتصال یافته است به یک تا آر پس میشه الکل نوی اول خب ساختار بعدی رو دقت کنید ساختار کاربینول که سی رابطه او میباشد می باشد با چند تا گروپ آر اتصال یافته است و یک تا گروپ آر اتصال یافته است پس میشه الکل نوع اول الکل نوع اول خب ساختار آخری رو دقت کنید C3 رابطه اواچ OH. چون یک گروپ کاربینول داریم پس میشه الکل نوع اول خب به این ترتیب شما تانستید با توجه به مطالبی که امروز یاد گرفتین الکل نو اول دوم و سوم را یاد بگیرین و حل کنید این سوال را و همچنان یکی تشخیص بدین الکل یک قیمت است یا چند قیمته ایتانول یا ایتایل الکل که از جمله الکل های نوع اول می باشد دارای چه خصوصیات و ویژگی است ایتانول یا ایتایل الکل از جمله الکل هایی است که مصرف آن بسیار برای انسان ضرر آفرین است اگر شخص ایتانول مصرف کند باعث حالت بیخودی در آن می شود و همچنان باعث ناراحتی قلبی و کسانی که ناراحتی قلبی داشته باشد قلب آنها را درد قلب آنها را تشدید می کند باعث افزایش و وزن می شود همچنان سیستم های مقص در قسمت های از سر انسان سیستم های عصبی را مورد آسیب قرار می دهد و همچنان سیستم حازمه را تخریب می کند و قسمت های مختلف از بدن انسان را مورد آسیب قرار می دهد مصرف این نوع الکل چون برای بدن انسان بسیار ضرر دارد به همین خاطر هم در دین مبین اسلام هم مصرف آن حرام اعلام شده است پس ضررهای ماده را شما یاد گرفتین اما همین ماده در صنعت لابراتوارها به عنوان محلل استفاده می شود با توجه به نکات ایمنی که در لابراتوارها رعایت می شود با دو طریقه ماده مورد نظر تولید می شود. طریقه اول از طریق شیره مواد قندی از جمله شیره انگور به دست می آید. اگر انگور را برداشت کنید و به داخل ظرف های مخصوص قرار داده شود و به آن مایع مخمر یا تخمیر کننده علاوه شود تعاملاتی انجام می شود که در اثر این تعاملات گاز کاربون دایاکسای تولید می شود مقدار بسیار زیاد گرما و حرارت و ماده اتانول تولید می شود و طریقه دیگه همین ماده مورد نظر تولید می شود از طریق یک جای شدن که یک نوع الکین می باشد با مالکول های آب اگر آب را به ایتیلین علاوه کنید در حضور کتالیست H2SO4 ایتانول مورد نظر به دست می آید که یک نوع الکل نوع اول می باشد که دارای یک گروهی هایدروکسیل است. پس به این دو طریقه می تانیم که ایتانول یا ایتال الکل را تولید کنیم. خب درس امروز ما به اینجا به اتمام رسید. می خواهیم که خلاصه ای از درس امروز را با هم مرور کنیم که ما و شما امروز چی یاد گرفتیم امروز ما و شما یاد گرفتیم که الکل های یک قیمته ها چی است و چند قیمته چی است الکل های یک قیمته ها به الکل گفته گفتم که دارای یک گروه هایدروکسیل و الکل های چند قیمته ها به الکل گفتم شد که دارای بیش از یک گروه هایدروکسیل بود با انواع الکل ها آشنا،, آشنا, شدید که الکل نوع اول داریم دوم و سوم و سبب که گروپ کاربینول به چه تعداد گروپ آر اتصال یافته باشد ما الکل نوع اول دوم و سوم سو داشتیم بعد از او با ویژگی ها و خصوصیات اتانول یا اتال الکل آشنا شدیم که یاد گرفتیم که مرکب مورد نظر چه ضررهایی رو برای بدن انسان داره و در آخر هم طریقه های تولید اتانول را یاد گرفتیم که به دو طریقه میتونست اتانول تولید شود از شیره مواد قندی از جمله انگور در حضور کاتالیز در حضور و همچنان از طریق یک جای شدن مولکول های آب با مولکول اتیلن ما می که را تولید کنیم شاگردان عزیز امیدوار هستم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشد